در امر پزشکی تشخیص حرف اول را می زند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو برد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب آمریکا. ادوانس های سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس های سرجری کلینیک هستیم. با درود بسیار به شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه شگفتی های جهان چشم پزشکی، امید من است که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشید. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این برنامه روزهای شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از نیم روز وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری‌های چشم، درباره بیماری‌ها و جراحی چشم در این برنامه با شما سخن می‌گویم. بازپخش برنامه 24 ساعت تقریبا فردا شب ساعت 10 شب وقت لس آنجلس خواهد بود از همین شبکه، که می‌شود تقریبا ساعت 9 صبح روز دوشنبه در ایران. خب دوستان عزیز، امروز ما برنامه پرسش و پاسخ داریم از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 2:30، چون همیشه ساعت 2 تا 3 بود دوستان ممکنه که اشتباه بکنن، بنابراین امروز از ساعت 1:30 بعد از این برنامه، بلافاصله 30 دقیقه بعد از پایان این برنامه، برنامه رادیویی من شروع میشه. پرسش و پاسخ در رادیو ایران هستش که اگر چنچه دوستان واقعا سوالاتی دارن میتوانن در آن برنامه 323-512-7264 شماره تلفن رادیو هستش که اگر سوالاتی دارید در آن برنامه مطرح بکنید، اگر در این برنامه فرصت نکردید و اگر سوالاتی را در این برنامه مطرح کردید بسیار عالی، خودم پاسخ خواهم. اما قبل از اینکه دوستان به ما بپیوندن، اجازه فرمایید که من امروز در مورد یک کانسپت مهمی میخوام صحبت بکنم که همیشه مورد بحث بوده است، هم بین چشم پزشکان، هم بین به اصطلاح جامعه چشم پزشکی، در جامعه چشم پزشکی و هم بین بیماران و چشم پزشکی، و آن کانسپت مانوویژن است. این کانسپت چی است؟ این که ما وقتی عمل جراحی کاتاراک انجام میدیم، یک چشم رو آیا میتوانیم برای دور بکنیم و یک چشم رو برای نزدیک، که مریض هم بتواند دور رو ببیند هم نزدیک. حالا این بحثی است که جواب من نه هستش، یعنی جواب شخص من به عنوان دکتر رضاپور و عده زیادی از همکاران دیگر من در جامعه چشم پزشکی جواب نه است، یه نه بزرگ. اما خب تعدادی از همکاران این کار رو میکنن و بنابراین چون یه تعداد از بیماران این کار برشون انجام شده، تعداد کمی راضی هستن، تعداد زیادی ناراضی هستن، بنابراین لازم است که واقعا خوب شکافته بشود خوب این مسئله رو ما بشکافیم و روش بحث کنیم، ببینیم چرا ما مخالفیم و یه گروهی موافقن، بعضی از بیماران راضی‌اند و بسیاری ناراضی‌اند و چرا من این کار رو انجام نمیدم. خب ببینید، قبل از اینکه من این مسئله رو بررسی کنم، یه مقدمه رو عرض میکنم که این مقدمه خیلی ارزشمنده و میتواند به درک اصل مطلب به شما کمک کنه. ببینید، من خودم شخصا از کودکی همیشه خیلی سوال میکردم و همه چیز رو زیر سوال میبردم، همه چیز برام questionable بود.
از خودم میپرسیدم یا از بزرگترها میپرسیدم که چرا این کوها قله هاشون بالاست دامنشون پایینه؟ هیچ کوهی در جهان نمیبینیم که قلهش پایین باشه دامنش بالا باشه. یا فرض کنید که چرا اگر ما یه توپی رو به هوا بندازیم تو هوا نمیمونه یا بالا نمیره، بره بالا، بره به طرف آسمون مثل یه بادکنکی که باد میکنیم و میفته پایین. یا فرض کنید که این سوال همیشه در کودکی برای من مطرح بود که چرا همه دندانهای ما یکسان و یک شکل ساخته نشده؟ چرا لاله گوش ما انقدر پرپیچ و خمه و اینجوری قرار داره؟ چرا صاف نیست؟ چرا ما به جای دو تا چشم یه دونه چشم وسط پیشونیمون نداریم؟ راحت‌تر نبود اگر طبیعت این کارو می‌کرد؟ یا چرا ما چهار تا چشم نداریم؟ یکی چشمم به جای ابرومون یه چشم دیگه‌مون بالای چشممون داشتیم؟ و چرا مثلا فرضون انگشتای ما همشون مثل هم و برابر نیستن، شکل هم نیستن؟ و سوالات بسیار زیادی که به اصطلاح همیشه این سوالات در ذهن کودک من مطرح میشه و واقعا همیشه این سوالات میجوشید در من و در موردش فکر میکردم. از معلم هم سوال میکردم، از دایی هم سوال میکردم، از عمو سوال میکردم، از دوستان سوال میکردم. یه روز پدرم منو کشید کنار گفت میدونی چیه؟ این سوالایی که شما میکنین خیلی هاشو خیلی ها جوابشو بلد نیستم، اگر جوابایی هم که بهت میدن به اصطلاح منشأ علمی نداره، تو اگر میخوای جواب سوالاتو بگیری باید بری یه جایی اسمش از مدرسه ته و بری مدرسه پزشکی، اگه بری اونجا شاید جواب این سوالاتو پیدا کنی. و این بود که در حقیقت من همیشه منتظر بودم که کی میشه که برم مدرسه ته بعد جواب سوالاتو بگیرم. حالا با این مقدمه بریم سراغ این موضوعی که الان مورد بحث در جامعه ما هست. چرا ما اصلا دو تا چشم داریم؟ چرا یه چشم داریم؟ این سوال برای این سوال تو ذهن آدم ها میاد دیگه. چرا یه چشم وسط پیشانی ما نبوده که ما راحت تر بتونیم ببینیم همه جهان را؟ شما این عکس برگردان هایی دیدید که البته من نمیدونم اسمش چی هست، شما حرکتش میدید و سه‌بعدی عکس داخلش رو میبینید، مثلا یه صورت توش هست اینو سه‌بعدی میبینید، در یه جهت که ببریدش نمیبینید سه‌بعدی. فکر میکنم مکانیسم ساختن این عکس هست مثل همین ساخته چشم انسان، یعنی دو تا عکس در زاویه 90 درجه گرفته شده، در این جعبه گذاشته شده و شما در یه جهت خاصی که اینها رو قرار بدید که این دو تا عکس تقریباً 90 درجه با هم زاویه داشته باشن شما اینو برجسته میبینید. همین فلسفه در چشم ما هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما چشماتون با هم موازی نیستن. وقتی ما در آناتومی مغز رو باز میکردیم و محور چشم رو ادامه میدادیم، چشم محور چشما در پشت سر ما در منطقه پس سری مغز به اصطلاح در منطقه است بنام منطقه بروکا، در اون منطقه میبینیم که اصلا این دوتا چشم بر هم عمودن، یعنی این دوتا چشم یک زاویه 90 درجه در اون منطقه با هم میسازن. درست در همین منطقه است که یک عکس از این چشم ما و یک عکس از این چشم ما میاد توی مغز و اینجا، یعنی دوتا عکس از دو زاویه مختلف عمود بر هم گرفته میشه و اینجا توی مغز این دو تا عکس ترکیب می شود و ما جهان رو سه‌بعدی می بینیم. اگر این چنین نبود و ما یک چشم داشتیم ما هرگز جهان رو سه‌بعدی نمی دیدیم. درسته که شما اجسام روی میزتون رو با لمستون می تونین درک کنید که سه‌بعدی هستن، این شیشه رو می تونین درک کنید، این لیوان رو لمسش کنید و بفهمید که سه‌بعدی است، اما از دور اگر نگاه کنید نمیتونید بگید که کناره اون پنجره برجسته است یا صافه اگر سه‌بعدی نبینید. ولی وقتی سه‌بعدی میبینید جهان را، اون وقت میگید که اون فرض کنید ساختمانی که روبروتون هست دور پنجرهش برجسته است یا صاف است. این اون خاصیت سه‌بعدی است که این دو چشم رو ما دارن. پس چشمهای ما طبیعت جوری اینها رو ساخته که ما بتوانیم جهان را سه‌بعدی درک کنیم.
درک سبودی جهان این حس رو به ما میده که راحتر زندگی کنیم، راحتر رانندگی کنیم. شما اگر حس و درک سبودی نداشته باشید نمیتوانید حدس بزنید ماشینی که از روبرو میاد چقدر با شما فاصله داره. در یه جاده‌ای که دو طرفه هستش و حد کشی وسط داره، اگر شما نتونین حدس بزنید ماشین روبرو چقدر با شما فاصله داره و از ماشین جلویتون سبقت بگید، 100% تصادف میکنید. پس بنابراین این مسئله سبعدی دیدن ما بسیار اهمیت. خب پس بنابراین کی ما سبعدی میبینیم؟ که یه تصویر، دو تا تصویر سالم از دو چشم ما به اون منطقه بروکا برسه. حالا اگر ما بیاییم مثلا با عمل جراحی، من بیایم و یک چشم شما رو برای دور بکنم، یک چشم شما رو برای نزدیک بکنم، این حس سبعدی رو از بین بردم، شما دیگه جهان رو سبودی نمیبینید. شما دیگه نمیتونید حدس بزنید ماشین که از روبرو میاد چقدر با شما فاصله داره و در نتیجه احتمال اینکه تصادف بکنید هست. در حقیقت بهش میگن depth of perception یا field of perception. شما depth of perception یا درک عمقتون رو از دست میدید. و اینجاست که من مسئله دارم با مریضام و با بسیار از همکارم، که میگم شما با این کارتون دید عمق مریض رو از بین میبرید. وقتی دید عمق مریض از بین بردید، خیلی از کارها رو ازش سلب میکنید، رانندگی درست حسابی رو ازش میگیرید، یا مثلا نگاه کردن توی میکروسکوپ، کار میکروسکوپی رو بشه اصلا دیگه نمیتونه کار میکروسکوپی امکان نداره انجام بده. یا فرض کنید که اگر مهندسه دیگه نمیتونه طراحی بکنه، چون مهندس باید وقتی طراحی میکنه تو ذهنش و با چشمش سبودی رو احساس بکنه. خیلی از کارهای دیگه خیاطی رو خوب درست میتونه انجام بده، اگر خیاطی مثلا، اگر نقاشه خیلی اشکال پیدا میکنه. حالا ممکنه برای یه خانم خانه‌داری که نشسته تلویزیون نگاه میکنه، یه خانم محسن یا فرسون داره آشپزی میکنه، زیاد مهم نباشه، حتی گرچه برای آشپزی هم مهمه. بنابراین ما با انجام مانوویژن در عمل کدرک، که شما میایید و از من میپرسید که این کار درست است یا نه و من جواب میدم درست نیست، به این دلیل است که دید سبعدی شما رو ما ازتون میگیریم. پس توجه که فلسفه دو چشم، اون هم در فاصله مشخص با زاویه مشخص، برای چی ساخته شده؟ برای ایجاد depth of perception یا دید عمق یا دید سبعدی جهان. حالا همونطور که گفتم، حالا اگر یکی از این چشمان شما از به اصطلاح این معادله خارج بکنید، معادله رو به هم زدید و دیگه شما نمیتوانید اون انسانی باشید که قبلا بودید. حالا شما از من چشم پزشک انتظار نداشته باشید که یک چه نقص بزرگی رو در وجود شما به وجود بیارم و شما رو مانوویژن کنم و عوارض و خطرات بسیاری رو در زندگیتون برای شما ایجاد بکنم. گفتم ایده از چشم پزشکان این کار رو میکنن ولی غلط است و من به جرئت میتوانم بگویم که 90% بیمارشون ناراضی هستن. حالا چرا اینو میگم؟ دلیل دارم، یعنی بدون دلیل که حرف نمیزنم. من اوائل کار، یعنی صحبت 27-8 سال پیشی که من کارم رو در امریکا شروع کردم، کار چشم پزشکی رو به عنوان کار پرایویت شروع کردم، یه دهی از مجزم و مانوویژن میکردم. بسیاری از اینا ناراضی بودن و سالها ناراضی هستن، در روز هم ناراضی هم. چرا؟ برای این که میگه آیدو که من شب نمیتونم رانندگی بکنم، نورا رو پخش میبینم، ماشین از جلو میاد تشخیص نمیدم فاصله چقدره، یا فرسون من های دکتر دیگه تو از مشکل دیگه یه نمیتونم تو میکروسکوپ نگاه کنم. به همین دلیل بعد از 2-3 سال که من این کار کردم، شروع کردم به مطالعه کردم و به این نتایجی که الان دارم شیرش و خلاصش رو برای شما تعریف میکنم رسیدم که خب کار غلطی است. چرا ما این کار غلط رو بکنیم و دیگه انجام ندم؟ تا خوشبختانه بعد از چند سال لنزهای مالتیفوکال و ترایفوکال اومد به بازار و خب مشکل ما تقریبا حل شد.
برای اینکه دیگه من برای بیمارانم لنزهای مالتیفوکال یا ترایفوکال رو میگذارم، دیده دوره دو چشمی دارن، یعنی سه بعدیشون حس میشه، دیده نزدیک خوندنشون هم دارن و بنابراین هیچ مشکلی ندارن. حالا آمدیم و چون برای این لنزها هزینه داره، فردی پول نداره هزینه این لنز رو بپذیره، اشکال نداره، چشمتون رو برای دور درست میکنیم، دورتون کامل باشه، برای نزدیک عینک بزنید. حالا چرا؟ برای اینکه ببینید از 24 ساعت شبانه روز 16 ساعت ما بیداریم، به طور متوسط دارم میگم، حالا یکی بیشتری که 16 ساعتی که ما بیداریم 12 ساعت ما داریم به دور نگاه میکنیم، 4 ساعت این آمارها اینا رو نشون میده ها، از خودم نمیگم، 12 ساعت به طور متوسط ما به دور نگاه میکنیم، 4 ساعت برزی. حالا بگذاریم ممکنه شما فرسونی کسی که شغلش مثلا خیاطی یا نویسندگی خیلی بیشتر به نزدیک نگاه میکنه، ولی داریم اوریج جامعه رو در نظر میگیریم که دارن کارهای زندگیشو کارهای معمولیش رو میکنن، تو فروشگاه هستن، فروشندن، مکانیکن، نمیدونم کارهای نزدیک، کارهای فروشندگی میکنن، معلم هستن، دکتر هستن، مهندس هستن، 12 ساعت ما داریم به دور نگاه میکنیم، 4 ساعت به نزدیک نگاه میکنیم. تو ما نمیتونیم که واقعا اون 12 ساعت رو فدای این 4 ساعت بکنیم. پس بنابراین صحیح این هستش که ما دو چشم رو برای دور اصلاح کنیم و برای نزدیک عینک بزنید، یا لنز مالتیفوکال بگذارید، هم دید دورتون دو چشمی اصلاح بشه، هم دید نزدیکتون دو چشمی اصلاح بشه و زندگی براتون راحت بشه. حالا البته که استثناهای این وسط هست که شما گاهی میبینید مثلا سالی دو سه تا مریض من مانوفوکالشون کردم، این استثناها رو بذارید کنار. مثلا چند وقت پیش خانمی رو من عمل کردم، این خانم گفتش من از 7 سالگی عینک میزنم، از حدود 22 3 سالگی کانتاکت لنز میزنم، از 40 سالگی مانو کردم، یعنی یه کانتاکت لنز میذارم تو چشمم، تو یه چشمم نمیذارم و میبینم هم دور خوب میبینم هم نزدیک رو. الان 70 سالشه. خب بله، ایشون در سن نسبتا جوانی مغزش رو با شلاق وادار کرده که مانو ببینه، ایشون البته که سه بعدی نمیبینه، اما مغز جوری تربیت شده که الان یه مقداری راحته، یه مقداری درک کرده، دیگه بعد از 30 سال متوجه ماشینی که از روبرو میاد اگر کجا باشه میتونه سبقت بگیره. خب اینو اگر بخواد من برش مانوجه میکنم، اما بهش میگم باز هم ترجیح میدم اگر میتوانی برات مالتیفوکال بگذارم، هر دو چشمت برای دور، هر دو چشمت برای نزدیک. این مثلا یه مورد استثنائیه، یه کسی که به طور مانوویژن به دنیا آمده، یه چشمش به دوربین بوده، یه چشمی نزدیک بین، اصلا از بچگی ذهنش اینطوری بار اومده، من اونو به هم نمیریزم، اونو همونطوری نگه میدارم. اینا استثنائی هستن که یک در میلیون اتفاق میفته، ولی اون چیزی که رایج است اون چیزیست که عرض کردم. حالا اجازه بدید من به دوستان برگردم، سوالات رو جواب بدم و بعد دوباره برمیگردیم و بحث رو، بسیار بحث جالبی هست و بحث به نظر من آموزنده است، بحث رو ادامه خواهیم داد. یادتون باشه که ساعت 1:30 تا 2:30 امروز، 1:30 تا 2:30 برنامه پرسش و پاسخ رادیو رو داریم، سوالاتتون رو در اون برنامه مطرح کنید. شماره تلفن برنامه 323-512-7264 این شما تلفن رادیو هست، یک بار دیگه عرض میکنم 323-512-7264 در اون برنامه پاسخ سوالاتتون امروز هستم. 1:30 to 2:30. حالا اجازه فرمایید که با اولین پرسش کننده و بیننده عزیز صحبت بکنم. من دکتر رضا پور هستم، بفرمایید عزیزم. الو. بله جان. آقای دکتر، من یک ماه پیش عمل لیزر انجام دادم روی چشم راست من، بعد از 2-3 روز یک داخل چشمم احساس کردم یک خطی به صورت افقی
مثل که در یک ما در یک آبی یه مایع محلول رنگی ریخته بشه به صورت ناثابتی متحرکه و این کم کم داره اضافه میشه. آیا این علاجی داره؟ متشکرم اگه به من جواب بدید. من از کانادا زنگ میزنم. سوال دارم ازتون. به شما گفتم زاویه اتاق قدامیتون تنگه و بعد لیزرتون کردن؟ نه، یک مقدار فشار چشمم زیاد بود. بله بله همون به خاطر نه گفتن نرو انگل هستی. بله 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 همون. بسیار سوال جالبی است. اتفاقا این هم یک بحث مفصل است که من یه روز بایستی در موردش بحث کنم. ببینید کسانی که نرو انگل هستن، زاویه اتاق قدامی چشمشون تنگه، این افراد به اصطلاح زمینه این رو دارن که آب سیاه حمله کنه و نابیناش کنه. توجه داشته باشید، آب سیاه حمله کنه نابینا کنه. بنابراین ما باید قبل از این که حمله آب سیاه اتفاق بیفته این زاویه رو باز کنیم. یکی از راه هایی که این زاویه رو باز میکنیم همین کاریست که برای شما انجام داده، یعنی در این گوشه یه لیزر میکنیم، آیریس رو سوراخ میکنیم که مایع از اونجا عبور کنه و جمع نشه و فشار چش رو بالا نبره. اشکال این کار این هیلویست که شما میبینید، این به اصطلاح پست لیزر به اصطلاح گلر یا هیلویی که شما میبینید یه خطی مثل سطح دریا درست جلوی چشمتون هست متاسفانه، و متاسفانه این بسیار آزارنده است و متاسفانه بسیار طولانی، شاید هم هیچ وقت از بین نره. به همین دلیل دانشمندان اومدن گفتن بابا یه کاری بکنیم که این اتفاق نیفته برای مریضا. به همین دلیل آمدن و یک تحقیق بسیار جالبی به نام ایگل EAGLE ایگل انجام دادن، خیلی وسیع، بیشتر هم در کشورهای، چون میدونید که گلاکومای زاویه نرو انگل یا زاویه تنگ بیشتر در اورینتال ها شایعه، خیلی شایعه، و این تحقیق رو در اونجا انجام دادن و دیدن که بهتره به جای اینکه ما برویم و این سوراخ رو ایجاد بکنیم بریم لنز چشم اینا رو در بیاریم، مثل عمل کدرک لنزشون رو که در بیاریم زاویه باز میشه. دو کار کردیم، هم از کدرک آیندهشون جلوگیری کردیم هم از حمله گلاکومای آیندهشون با یک عمل جراحی. بنابراین امروزه من اگر کسی به مطب مراجعه کنه و نرو انگل باشه لیزرش نمی کنم، بهش توصیه می کنم بایستی یا اگر کدرک داره زودتر کدرکش عمل بشه، اگر حتی کدرک نداره جوانه کلیر لنز اکسترکشن بشه و مشکلش رو حل میکنیم. بنابراین این سوراخی که برای شما انجام دادن با لیزر متاسفانه باید بگم که شاید هیچ وقت از بین نره و توصیه میکنم چشم دیگرتون رو نکنید، برای اینکه اون وقتی خیلی آزارنده است براتون. توصیه میکنم که چشم دیگرتون رو حتما کلیر لنز اکسترکشن بکنن، لنزتون رو در بیارن که این درمان میشه، احتیاجی نیست که این سوراخ انجام بشه با لیزر، این کار حتما انجام بشه و این گلر یا هیلویی که شما دارید تقریبا میشه گفت هیچ وقت از بین نمیره و ممکنه حتی شدیدتر هم بشه، اذیتتون هم بکنه. به هر حال بسیار متاسفم که این اتفاق برای شما افتاده است. دکتر رضا پور هستم از شرکت جان چشم پزشکی، بفرمایید. الو با منید آقای دکتر. بله جان بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشین. آقای دکتر من تقریبا دو سال از شما داشتم، یکی این که من تاموکسفین میخورم چون سرطان سینه دارم، بعد شما فرمودین که شبکیه کریستال جمع میشه، چیکار باید بکنم که نشه؟ بعد این قطره نان پرزرواتیو که یک بار مصرف من میریزم اینو نمیشه نگه داشون چون پلاستیکه درش در میاد دیگه خراب میشه، دیگه نمیشه نگه داشت به این صورتی؟ من یه قطره این طرف میریزم یه قطره اون طرف شبا، اینو چی کارش بکنیم؟ قطعه نیست که نان پرزرواتیو باشه توی قطعه چکون بریزم؟ خیلی ممنون میشم. بسیار سوال خوبیست. اولا که قطعه های به خصوص قطره گلاکوما حتما بهتر که نامپرزر باشه، شما کار خوب میکنی نامپرزر استفاده میکنی. این
وایال های نام پرزرو کوچولو رو سرچی که باز میکنید، یه قطعه این چشم یه قطعه این چشم، میتوانید برای یک روز یا دو روز دیگه نگه دارید، سر پا نگه دارید. یه جایی توی یخچالتون یه ظرف کوچولو بذارید و اینا رو بذارید توش، بعد دو مرتبه استفاده کنید. نه نریزید دور، دور نریزید، میتوانید استفاده بکنید. این یک نکته. نکته تاماکسیفن. تاماکسیفن داروییه که کسانی که برای کانسر سینه دارن میدونن که برای چندین سال باید تاماکسیفن رو مصرف بکنن که از عود بیماری جلوگیری کنه. تاماکسیفن هم در قرنیه رسوب میکنه و به خصوص در شبکیه به شکل کریستالای رسوب میکنه و وقتی هم رسوب میکنه متاسفانه اثرش از بین نمیره. بهترین کار اینه که هر 6 ماه یک دفعه ما ویژوال فیلد میکنیم اینها رو که ببینیم اگر یه وقت شروع کرده به رسوب کردن، اون وقت میگیم که یا استاپ کنن یا به اصطلاح تغییرش بدن. به همین دلیل بهترین کار اینه که هر 6 ماه یک بار شما ویژوال فیلد بشید. جالب اینه که سالهای اول و دوم و سوم تا چهارم خیلی خیلی نادره که اینا رسوب بکنه. دیده شده است که از سال چهارم به بعد احتمالش هست، یعنی اینها یه اثر اکومولیتیو دارن، یه اثر تجمعی در بدن دارن. بنابراین سالهای اول دوم سوم زیاد نگران نباشید، بیشتر از سالهای چهارم به بعده که ما نگران هستیم. سعی کنید که 6 ماه یه بار این ویژوال فیلد مخصوصی است براتون انجام بشه که اگر وقت دیدن اشکالی ایجاد شده به اصطلاح زودتر استاپش کنن، چون اگر زود استاپ کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. خدا اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگری صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. هستم آقای دکتر رضاپور جانم، بفرمایید. سلام سیان، خسته نباشید. من تشکر میکنم از زحماتی که برای شما برای جامعه ایرانی و پارس دوام میکشید اول از همه. و یه سوالی داشتم آقای دکتر، من 65 سالمه، کاتاراک دارم، بعد اینجا تو جورجیا زندگی میکنم، آتلانتا. بعد این آقای دکتر جراح من گفتن که باید جراحی بشین و من قبول کردم که تریفوکال به اصطلاح در چشمام بذاره، لنز تریفوکال مان پاناپتیک. و بعد خود ایشون گفتن که شما میتونید از این لایت اجستبل لنز هم استفاده کنید، چون اینا میشه چیزیست که یعنی هم فار و هم انترمیدیت و هم چیز و نزدیک رو میتونید ببینید. ولی من شنیدم از شما چند وقت پیش که شما گفتی اینه فقط مونوفوکاله. ایشون گفت مثلا تو یه چشمتون دور رو میذاریم، یعنی اجست میکنید دور و نزدیک و چشم بعدی رو میذاریم نزدیک و اینترمدیت، بعد اینا با هم هماهنگ میشن. میخواستم از این سوال کنم، چون 20 روز دیگه باید برم برای جراحی، میخواستم نظر شما رو بدونم راجع به این، یا تریفوکال انتخاب کنم یا این لایک اجستبل لنز. سوال بسیار خوبی است. اولا سوال من این هستش که شما قبلا هیچ عمل جراحی روی چشمتون شده، مثل لیسیک، پی آر کی، اسمایل، چیزی؟ نه هیچی نبود. هیچی نبود. پس بنابراین ابدا گرد لایت اجستبل نگرد، ابدا مثلا حرفش هم نزن. برای اینکه لایت اجستبل فقط در یک موارد خاصی برای چشمه خاصی که قبلا آرکی شدن یا فرض کنید لیسیک شدن، پی آرکی شدن، مسائلی دارن. برای یه چشمی که قبلش خوب سالمه، مگر بیمار هستیم اون وقت بیایم یه چشمتون رو برای دور بکنیم یه چشمتون رو برای نزدیک بکنیم؟ چون لایت اجستبل مونوفوکاله، لازم به اصطلاح مالتیفوکال که نیست، فقط دور رو اصلاح میکنه. نه، خودتون رو هرگز در این دردسر نندازید، تازه هزینه‌ش هم چی کمتر از اون نیست. بنابراین بهتر همون ترایفوکال رو، یعنی بهتر که نه 100% به شما توصیه میکنم که به دکترتون بگید اصلا حرف لایت اجستبل رو با من نزنید، همون ترایفوکال رو برای من، همون پاناپتیکس بسیار لنز خوبی است، همون رو براتون بگذارن و خیالتون راحت کنید. متشکرم، ممنونم، خوبی داشته باشید. دست شما درد. خدا خوب. اجازه فرمید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمید. سلام جناب آقای دکتر. من چشمم هم گلوکوما داره، همین که آب مرواری داره. اول میخواستم سوال کنم که خود شما این کار انجام میدید
بعدم یک سوال دیگه از خدمتتون دارم، خواهش میکنم منو قطع نفرمایید. بله بفرمایید. الو شما خودتون انجام میدید؟ بله، من عمل جراحی کدرک و گلاکوما رو در یک سشن با هم براتون انجام میدم، خودم انجام میدم. بله جناب آقای دکتر، من زنگ زدم چون من در تورنتو هستم ولی اقامت امریکا رو دارم، ولی زنگ زدیم آفیستتون که باهاتون صحبت کنیم از نظر وقت گرفتن و قیمت و اینا، ولی کسی بر نداشت، شماره هم گذاشتیم ولی به ما کسی زنگ نزد. نمیدونم چجوری میتونیم تماس بگیریم که من بتونم بپرسم این سوالات هم از شما. ببینید، البته من توصیه میکنم کسی که در تورنتو زندگی میکنه، چون من وقتی عمل جراحی میکنم تا یک ماه میخوام مریضم زیر چشمم باشه. آقا من یک سال اونجا میمونم، من اقامت دارم اونجا. اگر بتوانید اینجا بمونید تشریف بیارید، اگر نه بخواید مثلا یک هفته دو هفته بیاین و برید بهتر این کار رو نکنید، ولی اگر میتوانید اینجا یکی دو ماهی بمانید بسیار هم عالیست، خیلی هم خوش آمدید. اسمتون رو به من بگید، من بگم که به شما زنگ بزنن یا شماره تلفنتون رو به من بدهید. من ترابی هستم، ممکنه که ما شماره تلفنم گذاشتیم روی نوار ولی کسی به ما زنگ نزد. من ترابی هستم، اگر ممکنه خواهش کنم یا دوباره بزنیم، چه موقع بزنیم که منشیتون باشن جواب بدن. شما دوشنبه زنگ بزنید، من بهشون قبلا میگم که چنین فردی زنگ میزنه تا جوابتون رو بدن. چه ساعتی جناب آقای دکتر؟ دوشنبه صبح ساعت 9 به وقت کالیفرنیا زنگ بزن. ممکنه همین شماره آفیس که روی تلویزیون نوشته همینو بگیرم یا شماره دیگه هست؟ شماره چنده این شماره اینجا؟ 205200. بله همین شماره رو بگیر. اینکه روی الان روی صفحه تلویزیون میبینم. ممکنه یه دفعه بفرمایید شماره آفیس هم رو یادداشت کنم؟ 818-205-1200. بله 205-1200. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر، ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. خب اجازه فرمی که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمید عزیز. الو جانم. الو جانم بفرمید. آقای دکتر. بله جانم. الو ببینید صدای تلویزیون رو ببندید، تلفن با من صحبت الو. کنید. بله الو من نمیشنم صدا شما رو. ببینید شما از تلفن با من صحبت. بله جانم بفرمید. الو آقای دکتر. مثل این که چون صدای من رو نمیشنم. صدات نمیاد. الو صدات نمیاد آقای دکتر. شما صحبتتون رو بکنید ببینم چی هست. الو آقای دکتر خودت صدات نمیاد خوب. ببینید شما صدای من رو از تلفن گوش کنید، از تلویزیون رو ببندید. من با تلفن گوش میکنم، تلویزیونم کوتاه، خیلی کوتاه. آقای دکتر پسر من چشماش 4 سال کاتاراکت داره، خوبم نمیبینه، هر کاری میکنم نمیره دکتر عمل کنه، میگه من وای میسم تا قطره تازه بیاد براش. و من صدا شما رو نمیشنوم. بله حالا صدای منو میشنوی الان؟ جان صدای منو از تلویزیون گوش کنید تا بهتون بگم. آقای دکتر من از تلویزیون گوش نمی کنم، از تلفن گوش میکنم. تلویزیونم کوتاه. ببینید به پسرتون نیست. بله از گوشه دور گوشم من با گوشه. به پسرتون بگویی هیچ قطره‌ای در جهان وجود ندارد، اگر میخواهد بعد از 100 سال دیگر احتمالاً چنین قطعه‌ای وارد بازار خواهد شد، بنابراین باید برود و عمل کدرک رو
انجام بدهد. اجازه بدید با دوست دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضاپور هستم، بفرمید. از آقای دکتر الان بس این بمانه تا 10 سال دیگه کور میشه که بعد کور میشه، باید بره عمل کنه. قطره کجا بود؟ قطره ای وجود نداره که با قطره بتونیم کدرک رو عمل کنیم، درست کنیم. قطره وجود نداره. آقای دکتر عزیز، تا 10 سال دیگه چشم اگر کور شد و میشه عمل کرد؟ نه نمیشه. اگر کسی به خاطر کدرک کور بشود دیگر نمیشود عمل کرد. نمیشود. آقای گوش نمیده. 70 سالش 75 سالشه. نه بگید بره عمل کنه. نمیگوش نمیکنم، میگه من وای میستم تا اون قطره بیاد. خب ایشون بسیار در این مورد اشتباه میکنه عزیزم. خب اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگری صحبت کنیم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. درود بر شما دکتر، من جواد هستم، مزاحمتون میشم. من حدود 60 سالمه، بعد چشم راستم یکم ناراحته، چند تا اپتومولوژیست و دکتر رفتم، بعد از نظر بینایی هیچ اشکالی نداره، ولی دکتر جان این روی چشم من حالت مویرک یا موهایی هست که میاد جلو، نمیذاره من به راحتی ببینم، نمیدونم علتش چیه. یعنی شما فلوترز دارید؟ یعنی با حرکت چشمتون میان و میرن؟ بله، همین چشم که حرکت میکنه میان جلو، درست دقیقا مثل اینکه یه مشت مو بپاچن تو چشم کسی، یا مویرگای ریزه که چشم منو اذیت میکنه. بعد هر قطعه هم بگیم چند رو دقیقا 5 به 6 تا دکتر رفتم، ولی هیچ کدوم اصلا نتونستم. فقط گفتن با به شامپوی بچه اینو چشتو بشور. ببینید شما صحبت بذارید من خوب بفهمم شما چی گفتید. شما میگویید که وقتی چشمتون حرکت میدید در میدان دیدتون یه دسته مو این ور اون ور حرکت میکنه، درسته؟ بله دکتر، دقیقا همینطوره. این اشکالیست که در زجاجیه وجود داره. یعنی زجاجیه وقتی که دچار دیجنریشن میشود، به خصوص کسانی بیشتر اینو میبینیم که از مثلا جوانی عینکی بودن. آیا شما قبلا عینکی بوده اید یا نه؟ نه هرگز نبودم دکتر. خب این دیجنریشن زجاجی است. خب بله. اگر و اینا از بین ممکنه به مرور زمان از بین برون، مثلا در 5 سال 10 سال، اما این نیست که یه دوایی بدیم امروز و فردا کاملا از بین بره. پس بنابراین هیچ دوایی نداره. حالا اگر خیلی آزار میدهد، اگر واقعا زندگی شما رو مختل کرده، جلوی دیدتون رو میگیره، مانع رانندگی شما، خب بایستی عمل بشه، بایستی برویم ویترکتومی کنیم و قشنگ این همه این آشغالا رو از داخل زجاجیه در بیاریم و راحتتون کنیم. نه دکتر اونقدر اذیتم نمیکنه، فقط موقع مطالعه که اینکه مطالعه استفاده میکنم راحت ترم، ولی مواقع دیگه نه، اونجوری نیست که مثلا انقدر اذیتم کنه که به حد مثلا ناتوانم کنه. خیلی خوب، پس باهاش بسازید، مسئله مهمی نیست. متشکرم از لطفتون، خیلی لطف کردید. قربونش، خدا حافظ. روز شما بخیر. خدا روز بخیر است. خب اما بحثی که من داشتم ادامه میدادم در مورد مانوویژن که گفتم هرگز من شخصا کسی رو مانوویژن نمی کنم، در مورد استثناء هم صحبت کردیم که خب اگر کسی فرسون از کودکی مانوویژن بوده، یا کسی که 30 ساله که کانتکت لنز مانوویژن زده، یا کسی که مثلا فرسون 20 سال پیش لیسی که مانوویژن کرده و دیگه مغزش رو وادار کرده و آماده شده، خب 20 سال پیش جوانتر بوده، مغز آمادگی داشته که به مانوویژن عادت بکنه، ممکنه من اینا رو مانوویژن بکنم. اینا استثناء هست، ولی به طور کلی به طور جنرال من دوست ندارم مانوویژن رو انجام بدهم، و به خصوص کسی که مشکل رتین داره. اگر شما ERM دارید، مکرو دیجنریشن دارید، کمی اپتیک اتروفی دارید، دیابتیک رتیناپاتی دارید، اون بیماری ها رو دارید، خب مانوویژن ابدا اصلا بحثش نباید باشه، حتما بایستی دوچهش رو برای دور
اصلاح کنیم و اجازه بدیم که برای نزدیک شما عینک بزنید، یا اگر کاندیدیت خوبی هستید براتون لنز به اصطلاح مالتیفوکال بگذاریم. حالا فاجعه بارتر از این زمانی است که مریض مراجعه، چون کیسه رو دیدم که دارم در موردش بحث میکنم، فاجعه بارتر از این کیسایی هستش که مریض مراجعه کرده به چشم پزشک و گفته چشمای منو برای نزدیک درست کنید، چون کار من نزدیک، من طلا سازی یا جواهر سازی میکنم و میخوام فقط نزدیکم رو درست کنید، برای دورم عینک میزنم. خب این دیگه فاجعه است. همونطور که من عرض کردم، وقتی ما در 24 ساعت 12 ساعت به دور نگاه میکنیم، 4 ساعت به نزدیک، این کار نباید بکنیم. حتی اگر شما جواهرساز هم هستید، فرضیم شما 4-5 ساعت در روز کار جواهرسازی میکنید، حالا شما وقتی تو مغازه هستید که حالا 8 ساعت مغازه رو روی جواهرات نیستید که، ممکنه چند ساعت کار بکنید، تازه 8 ساعت هم باشید هیچ اشکال نداره، شما دارید از ذره بین و از میکروسکوپ برای کارتون استفاده میکنید. باید حتما دیدتون رو برای دور درست کنه. مریض رو برداشتن نزدیک بین کردن، اومده مطب میگه آی دکتر من درست نزدیک رو میبینم، ولی میخوام فرض کن که لیوان آب اون طرفتر گذاشتن، دستم دراز میکنم لیوان رو بردم، لیوان رو میندازم پایین برای که نمیبینم، برای که من فقط 40 سانتا میبینم. خب این یعنی هندیکپ کردن بیمار مریض فرد. ما نباید هندیکپ بکنه فرد. درسته ایشون نمیدونه، مردم نمیدونن، ولی من چشم پزشک که میدونم. من مرجعی هستم که شما به مراجعه میکنی که ازم نظر بخواید. من بهتون میگم نه، نبایستی چشم شما نزدیک می بکنم، بایستی برای دور بکنم، برای نزدیک عینک بزنم یا لنز مالتیفوکال بگذارم، تمام شد. بنابراین این مسئله هم در نظر داشته باشید. خب اجازه فرمایید دوست دیگر صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. الو، سلام قربان. الو، مثل اینکه صدای من رو این دوست عزیز نمیشنوه. الو جانم، بفهمید. سلام جناب دکتر. سلام عزیزم. آقای دکتر، حدود 10 ساله که چشم راست من به سمت راست کشیده شده. خیلی بیریخته، خیلی بدقواره است، اذیت میشم. عینکم گرفتم دکتر، اینجا تو آمریکام زیاد رفتم، ایرانم یک بار مراجعه کردم، منتها گفتن 4 ماه بعد مراجعه کن. حالا الان 7 سال اینجا موندم، چشمم خیلی اذیتم میکنه، من چه باید بکنم؟ دیدم خوبه، اینا رو دکتر رفتم همه آزمایش دادم. شما از بچگی چشم انحراف داشت؟ نه، راحت بود. نه اینجوری 10 ساله به این درد دچار شدم. چرا؟ دیدش کم شده اون چشم؟ نه دیدش خوبه آقای دکتر، فقط زیادی به سمت چپ، به سمت راست کشیده شده، مثل نیمه سیاهی چشمم، مثل نیمه دیده میشه از پشت عینک یا غیر عینک. نه گوش کنی، ببینی، گوش کنی به حرفای من سوال دارم. بذارید من سوالات هم بکنم، هر وقت سوالم رو کردم جواب میدید. ببینم شما آیا اتفاقی براتون افتاد، سکته کردید، دلیلی داشت؟ چه دلیلی داشت که چشمتون چپ شد؟ خیلی سکته نکردم، امارایی هم رفتم برای مغزم، گفتن خوبه سلامت. خب اگر هیچ دلیل خاصی نداره، اگر فلج عصب لترال رکتوس رو ندارید، اگر ببخشید میجا رکتوس رو ندارید، اگر دیابت داری؟ خیر، فقط داروهایی که میخورم برای قلبمه، پروپرانول میخورم، اگر... لوزارتن میخورم، این داروها رو استفاده میکنم. بله، اگر این مسائلی که به من گفتی درست باشه و شما دلیل خاصی برای انحراف نباشد و این انحراف فقط به خاطر ضعف عضلانی باشد، بایستی عمل جراحی بشود. با عمل جراحی می شود چشم رو راست کرد. شما کجای امریکا زندگی می کنید؟ ویرجینیا. خب به نظر من به متخصص اطفال مراجعه کنید، اطفال چشم،
بهش میگن پیدیاتریکس اپتومالوجیست. اونجا سوال کنید ببینید پیدیاتریک اپتومالوجیست کی هست، چون اونا هستن که عمل جراحی عضله چشم رو انجام میدن، بقیه چشم پزشک انجام نمیدن، منم انجام نمیدم. بنابراین اگر پیدیاتریکس اگر اینجا بودید خب من معرفتون میکردم به کسی که این کار رو انجام میده، ولی اونجا کسی رو نمیشناسم. اگر بپرسید پیدیاتریکس اپتومالوجیست کسانی هستن که روی عضلات چشم کار میکنن و عضله شما رو میتونن راست کنن و چشمتون رو قشنگ درست کنن، راست بشود، به شرط اینکه فلجی یا سکته‌ای در کار نبوده است. آقای دکتر من فقط خودم هم ترسوام وقتی میگن بعد جراحی اصلا چه هر جای بدن باشه میترسم به شدت. حالا چشم هم خیلی ترسوام اگر میگن جراحی میخواد. بذار من یه چیزی بگم خانم جان، همیشه موفقیت، پیشرفت، سلامتی، بزرگ شدن، بزرگی، جاه و مقام یک وجب اونور شهامت. آدم های ترسو در زندگی بله آقای دکتر خیلی متشکرم از راهنماییتون. آدم های ترسو همیشه در زندگی عقب. پس بنابراین ترس رو کنار بگذارید و اگر بهتون گفتن عمل بشید برید عمل کنید تا لذت رو ببرید. اطاعت میشه. بسیار متشکرم. مرحمت عالی زیاد. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. خب اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت کنید. دکتر رضاپور هستم. بفرمایید. ضمن درود و سپاس، بنده الان ایران هستم ولی مقیم کانادا هستم. در واقع حدود یک سال پیش های دکتر بنده یه دور خواب شدم، دیدم چشم راستم نمیبینه خوب. بعد از یک هفته ای رفتم پیش متخصص چشم، گفتن که در واقع اصطلاحی که به کار بردن فشار چشم یا سکته چشمی بهش میگن. بله. عکسی از چشم ما فشارش رو گرفتن، یه رگی رو تصور کنید که افقیه، بعد اونجا حالت افتادگی داشت که این مثل مورگی که جلوی چشم من یه موی به فرض هست، چشم راست هم هست فقط، و خیلی مختل کرده دید منو، حتی تو رانندگی به ویژه و حتی حدوداً به توصیه ایشون سه بار اینجکشن دکتر چشم شدم، سه تا یعنی 10 بار 11 بار به چشمم تزریق شده، ولی متاسفانه بهبودی حاصل نشده آی دکتر. نمیدونم باستی جانم. اجازه بفرمایید من سوال کنم. به شما گفتن شما عصب بیناییتون سکته کرده است یا اینکه شما به یکی از رگهای چشمتون بسته شده؟ همون عصب چشم گفتن، عصب چشم اصطلاحا میشه همون سکته چشم، به اینجور که ایشون به من گفتن. برای درک من که به حساب تو این رشته عامی هستم، گفتن مثل یه سکته میمونه که مثلا نخای شما فلان قطع میشه. مورک افتاده و این افتادن ما فقط با تزریق میتونیم اینو ترمیم کنیم یه ذره که شما بهتر ببینیم. یعنی در واقع میگفتن علاجی نداره. یعنی همینه واقعا آقای دکتر؟ خب گوش کنید به حرفای من. خواهش میکنم. ببینید اولا هر وقت میرید پیش دکتر بگید آقای دکتر اسم مریضی من رو روی صفحه کاغذ بنویسید به من بگید، چون سکته چشمی 1000 نوعه، یک نوع که نیست که، سکته مغزی هم همینطور. بنابراین اسمون رو بپرسن. آیا به شما گفتن این ایسکمیک اپتیک نوراپاتی بهش میگن AION؟ اگر AION باشه هیچ درمانی نداره، یعنی کاری براش نمیشه کرد، چون عصب میمیره در این بیماری و در حقیقت خب میدونید عصب بخشی از مغزه، وقتی از بین رفت دیگه کاری نمیشه. اما اگر سکته شبکیه باشه
به علت بسته شدن رگ، خب اون فرق میکنه، اون درمان داره، اونو میشه درستش کرد، یعنی بهتر کرد. نه فکر میکنم آقای دکتر همون اولی باشه چون شبکه مشکل نداره. ایشون گفتن که همین به قول معروف بیشتر هدفش صحبتشون بر این بود که چون شما متخصص چشم هستید، من 10 بار میگم تزریق، باید متوجه بشید که این حالا این چه نوعیه. یه تزریق خیلی به حساب دردآور هم از آدم میسوزه دیگه، توی سفیدی چشم اینا تزریق میکنن، یه مایع آبی رنگی میپاشه تو چشم آدم، بعد پانسمان میشیم یه ساعت بعد هم قطره میدن میگن بچیک. من والا 11 بار تا حالا این انجام دادیم ولی متاسفانه نتیجه مثبت ما نگرفتیم. پس همون اولی است. حالا من احتمالا شما تکرار کنم شبکه نیست. کسی که ایسکمیک آپتیک نوراپاتی میشه در چشمش، بله، من توصیه که براش دارم میگم که زیاد دیگه روی اون چشم حساب نکنه، سعی کنه که این اتفاق یخ برای چشم چپش نیفته. چی؟ حالا چه کند که این اتفاق نیفته؟ 1. آسپرین یا داروهای رنگ کننده خون رو فراموش نکنه بخوره. 2. فشار خون، کلسترول، دیابت به سرحد مکسیموم کنترل شود اگر داریم. وزن اگر بالاست، فشار خون دارم، وزنم هم بالا نیست، فقط یه فشار خون بعد از 50 سال دیگه به وجود اومد. من 65 سالمه در واقع الان. خب گوش کنیم، گوش کنیم وزن اگر بالاست کم کنم. اگر اسلیپ اپنیا داری، چون افراد که اسلیپ اپنیا دارن بیشتر دچار این بیماری میشن، چاقن، اسلیپ اپنیا دارن، اسلیپ اپنیا رو درمان کنیم که این اتفاق برای چشم چپتون نیفته عزیزم. چشم، بله، خطتون قبول کرد. مثل این که بسیار بله اسی جان، برنامه تموم شد؟ بله متاسفانه وقت برنامه تقریبا به پایان رسید. فقط توصیه‌ام برای اینه که شما باید وزنتون رو کم کنید، اسلیپ اپنیاتون رو درمان کنید، اون توصیه‌هایی که کردم، و قرص رقیق کننده خون بخورید که اتفاق برای چشم دیگرتون نیفته. برای چشمتون متاسفانه کار زیادی نمیشه کرد. برحال بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما تماس گرفتید. دوستان عزیز فراموش نکنید که ما ساعت 1:30 یعنی نیم ساعت دیگر ما برنامه رادیویی داریم، برنامه رادیو ایران 670 AM 323-512-7264. یک بار دیگه عرض میکنم شماره تلفن رادیو رو 323-512-7264 میتوانید ساعت 1:30 زنگ بزنید. دوستانی که روی خط ها ماندن و من سوالاتتون رو با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن و با دوستانی که پوزش از دوستانی که روی خط ها ماندن ولی فرصت دارم رادیو که پاسخ سوالاتتون رو بدهم. برای همه شما تندرستی آرزو میکنم، برای مردم ایران سرافرازی و سربلندی و پیروزی بر جمهوری اسلامی، و برای جمهوری اسلامی ننگ تاریخ و زباله‌دان تاریخ رو آرزو میکنم و امیدوارم که زودتر بتوانیم از شر شیطان بزرگ جمهوری اسلامی راحت شویم. و سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز، عذر میخوام امروز امیر تشریف نداشتن، اسی عزیز، اسی جان ببخشید، خیلی ممنون از توانایی شما در کارگردانی و اندیشمندی شما که داهیانه منو کارگردانی کردید و رابط ما بودید با بینندگان عزیز. بسیار سپاسگزارم اسی جان، براتون هفته خوبی را آرزو میکنم. بدرود، تا درودی دیگه.